با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های محترم. اینک در موضوع امروز ما قسمت 24مین درس از مضمون فوتوگرافی هست در رابطه پر کردن کادر. امیدوارم این درس برای شما مؤثر واقع شود. پر کردن کادر یک بحثی در عکاسی است که باید تمام عکاس ها به موضوع نزدیکتر شود تا کل کادر شما را پر کند، یعنی باعث می شود که موضوع از پس زمینه جدا شده و نمایان تر جلا می کند. اگر برای شما امکان ندارد که به موضوع نزدیک شوید، از لنز های زوم استفاده بکنید. در این تصویر نگاه بکنین، ای در پانتون کابل است، وزیر تحصیلات عالی، از همه مهمتر معاونی رئیس جمهور، رئیس پانتون، معاونی رئیس پانتون به خاطر اهدای یک آثار هنری هست به معاون صاحب دوم دولت. در اینجا چی تعداد نفر دوربر از یا خیلی زیاد بودن، صرف عکاس خواسته که امی مجموعه فریمی که مورد نظر شسته اونا را بیشتر تبارز بده، ما بقیه را کت بکنه. در چنین شرایط ما بسیار تلاش بکنیم که کادرهای تهیه بکنیم که بعضی موضوعات اضافی که در کادر ما هسته اونا را ورداریم. ما فعلا به شما یک دو نمونه کار میکنیم که عملا در این قسمت شما بهتر متوجه شوید که چگونه هستند. ما در اینجا یک کادر داریم. چی میتونه او کادر به صورت افقی باشه؟ چی میتونه او کادر به صورت عمودی باشه؟ هرگاه در اینجا حضور افرادهای مختلف مثلا باشه، طور مثال یک تن مرد عبادار یا یک مرد بزرگی که در اینجا هست با همراه اطفالشان، در اینجا قطعا یک اطفال اضافی دیگه هم آمده. ما بخوایم که اینمی اطفال اضافی نه، چیکار میکنیم؟ یک مقدار کادر خود کراپینگ میکنیم. در کراپینگ هم بسیار مواظب باشین که یک قانون و قاعده داریم به این شکل، هرگاه اگر ما کراپ بکنیم این قسمت به این شکل، اگر قط بکنیم تا اینجا را، قطعا از طول کم میشه، عرض بیشتر میشه، اما ساختار 4:3 ما از بین میره. وقتی که ما این خط کشیدیم در این نقطه تقاطع قط کرد، قطعا عین همین موضوع را ما باید از اینجا قط بکنیم. اینجا هست که تصویر کادر ما کادر پوره تر هستند، یعنی چیزهایی که اضافی در کادر هست کشیده میشه. یک موارد در مد نظر داشته باشین که قبلا به درس قبلی هم بر شما معلومات دادم که ما وقتی کادر خود کراپینگ میکنیم، یعنی کم میسازیم که کادر برجسته شوه، چی او را به صورت کراپینگ یا چی او را به صورت لنز که لنز های زوم باشه به این شکل زوم میکنیم، چی با لنز های واید ما به سوژه نزدیک میشیم میریم، یک قانون مراعات بکنیم که ما در عکاسی قبلا هم یاد کردیم که اول به صورت عموم اگر افقی باشن به صورت افقی، اگر عمودی باشن به صورت عمودی، اول خود فریم خود به دو بخش تقسیم میکنیم، باز او دو بخش هم به دو بخش تقسیم میکنیم، یعنی میشه 4 بخش. از 4 بخش آخرین بخشی که پایین است او را هم به یک بخش تقسیم میکنیم، یعنی سوژه ما ای یک بخش کاملا از بالا، نیم بخش از پایین، یعنی در این قسمت سوژه ما باید فضا بمانه، به این مفهوم که ما اگر اینجا کراپ کردیم این یک قسمت، قسمت بالا بیشتر هسته. این تصویر تصویری واقعی گونه تر دیده میشه. باید نهایت تلاش بکنیم چی به سوژه نزدیک میشیم در قسمت پر کردن کادر، چی توسط کمره های لنز زوم داره زوم میکنیم، چه او تصویری که گرفتیم اینجا هست موجود، یک قسمتی از تصویر میخواییم بیرون بکشیم، یعنی او جدا باشه. ای باید این قاعده را هم به خود داشته باشه. عین همین موضوع، موضوعی پر کردن کادر به صورت عمودی هم همین بحث هستن. ما نهایت تلاش بکنیم که خود فریم ما یک فریم پور کامل باشه. بعضی وقتا تصاویرهایی که میگیره دوستا یک مقدار فضا بسیار خالی هسته،
این چقدر بد دیدن میشه. شما اگر نگاه بکنید به این تصویر، مثلا یک تصویر پورتریت از یک فرد گرفته، این قدر فضا خالی هسته. ما این فضای خالی از چه بکنیم؟ لحاظا ایجاب میکنه که شما یا نزدیک به سوژه میشین که با لنز وای زیاد به سوژه نزدیک نشوین، و یا زوم میکردین و یا کیر کراپینگ میکنین. اگر بس کراپینگ باشه به این شکل، اگر ما کراپ بکنیم قطعا باید این گزینه انتخاب شود. در این گزینه که انتخاب شد، در اینجا کت میشه به این شکل. فعلا این قسمت های از این لازم نیسته، تنها ما چهره را به این اندازه کار داریم، این فضای اضافی از این در تصویر لازم نیسته. آمدیم در قسمت بعدی از این که بحثی که ما یکی از عوامل هایی که عکس ما زیبا دیده میشه، یعنی ما نهایت تلاش کنیم تصاویرهایی را بگیریم که او زیباتر دیده شم، انعکاس هستم، رفلکسینگ. ما یک بحثی به نام رفلکسینگ داریم، عکس های انعکاسی به آن عکس ها یاد میشن که سوژه ما در کنار آب و یا اجسام شفاف انعکاس دهنده قرار گیرند، عکس سوژه نیز همراه با خود سوژه اصلی قابل دید باشن. به طور مثال اینجا بندی امیر هستن، تصویر بندی امیر همه شما دیدن که آب پاک و گارای داره، کوها، اگر آسمان صاف باشه حتی ابرها کاملا در بین آب دیده میشه. این ریفلکسینگ تکرار از این یک زیبایی خاص خودم میده. من دوباره به شما یک نمونه اینجا کار میکنم. در ریفلکسینگ گفتم که هرگاه یک سوژه در مقابل آب یا اجسام شفاف قرار بگیره، اونجا هستن که تصویر به حالت بسیار زیبا دیده میشه. مثلا یک پورتریت ساختارشی از نگاه اورینتیشن ما یک تصویر داریم به این گونه. در اینجا آب فرض بگیریم، این کوه هستند، اینجا آبشار هستند، آبشار از بالای کوه می آید، در اینجا ابر هستند، این آب. تا یک قسمت آب احتمال داره که آبشار خاطر که آب فوران کرده اینجا. بعد تکرار از این چی میشه؟ اینجا دوباره انعکاس پیدا میکنه به این شکل، یک عکس زیبایی خلق کرده، آبشار آمده، عکس از آبشار افتاده. میتونه این آبشار نباشه، یک خانه باشه، میتونه یک ساختمان باشه. به این خاطر است که هرگاه ریفلکسینگ یا انعکاس از این به زمین بفته یک زیبایی خاص خود داره. نه تنها این، ما میتونیم که یک انعکاس دیگر ما میتونیم که بر روی شیشه باشه. طور مثال ما همیشه بسیار تصاویر را که نماهایی که در سینمایی استفاده میشه، اینجا یک خانم هستن، بانو هستن یا آقای هستن، میخواهد که در آینه نگاه بکنه به این شکل. ممکنه نیم چهره از این دیده شود، ممکنه این چهره از این دیده نشود، ولی یک قسمت پشت سر از این دیده میشه. و در اینجا تصویر از این در عکس ریفلکس افتاده یک زیبایی خاص خود داره. این میتونه که به آینه نگاه کرده، ولی هم چهره از یک قسمت دیده میشه و هم نمای از این در آینه، این هم یک زیبایی خاص خود در عکس داره. شاید ما اصلا این گرامی پرسان کنید که این موضوعات که ما میخوانیم چی به درد میخوره؟ قطعا این سوال برای شما حل شده که اینا معیارها، قاعده و قانونهای عکس هسته. ما به ده ها نوع معیارهای عکاسی داریم که با آموزش امین و آموزش کمره شما را از یک آماتور به طرف مسلکی شدن یا پروفشنل شدن میبره. یعنی شما وقتی که عکس میگیرین، عکس شما معیاری باشه، قطعا در بازار جهانی، در مارکت و در وبسایت هایی که عکس فروخته میشه، خصوصا نشرات های بسیار معتبر، عکس های شما را با قیمت بالا میخره. اینجا هست که ما وقتی میگیم که افغانستان، خود افغان ها کمتر عکساش در وبسایت هاست، به دلیل این است که عکس های معیاری نیست، با قاعده و مقررات عکسی برابر نیستم. اگر او عکس معیاری با قاعده و مقررات عکاسی باشه، هیچ فرق نداره، میتونه که یک افغان بهترین عکس نسبت به یک خارجی بده، چرا که خارجی او تازه آمده، با محیط آشنایی نداره. خود افغانا فرصت از این داره که ممکنه در بامیان باشه، بدخشان باشه، در شمال باشه، جنوب باشه، غرب شرق باشه، جاهای دیدنیه. مثلا میان نورستان بهترین زیبایی داره، ولی بسیار کم تصاویرش در فضای مجازی است، به دلیل که خود خارجی هم نمیتونه اونجا بره و خود افغان ها هم کمتر زیبایی اون را انعکاس دادن.
بحث دیگه از قاعده و قانون عکاسی را که ما اینجا میخوانیم فوکسینگ هستم. فوکس چرا میگم؟ ما و شما قطعا متوجه هستیم که اگر هر از گاهی شما در پروژکتور وقتی که تصویر پروژکت میشه یک قسمت دهانه پروژکتور یک لیول فوکسینگ داره، شما اگر تغییر او را بتین به طرف مثبت یا به طرف منفی بسیار غبار دیده میشه. اگر به طرف مثبت ببری هم غبار و به طرف منفی هم ببری غبار در یک قسمت از این صاف دیده میشه. ما اینجا هسته که فوکسینگ به تصویر میگه که شفاف واضح و با تمام جزئیات دیده شود. هر از گاهی که او تصویر شفاف واضح دیده نشود او غیر فوکس، یعنی دی فوکس، اوت اف فوکس یا بلرینگ هستند. شفافیت سوژه یک تصویر را به نام فوکس یاد میکنند، عکس بدون فوکس را قطعا اوت اف فوکس یاد میکنند. شفافیت بستگی بر رنگ حلقه فوکس در لنز داره. شما نگاه بکنید اینجا این لنز هستند، این لنز دو رنگ داره، یک رنگش در قسمت زوم این و زوم اوت، یعنی سوژه رو با ما نزدیک می‌سازد در صورتی که لنز طویل میشه و همه آینه‌های محدب از یک دیگر فاصله میگیره. این زوم این، زوم اوت پس همه آینه‌ها به هم نزدیک میشه که لنز کوتاه میشه، یعنی از طویل شدن به کوتاه شدن تبدیل میشه. این یک قسمت رنگه. بحث ما که اینجا هستن این قسمت فوکسینگ هستن، این گزینه فوکس هستن. ما با چرخاندن این گزینه فوکس تصاویر خود میتونیم فوکس بکنیم. در قسمت فوکس بحث بسیار دقت بکنیم که 4-5 عامل بستگی به فوکس داره. هرگاه اگر شما فوکس درست نتونید باید این موضوعات مد نظر بگیریم. یک، نگاه بکنیم که اول لنز شما، این لنز که فعلا دارین، این لنز شما یک گزینه داره. در هر لنز اگر شما نگاه بکنید در کنار لنز یک A داره و یک M، یک بتن تکمه داره که میتونه ای گاهی سری A گاهی سری M. A به معنی اوتو، اوتومات فوکس میکنه. اوتو فوکس کردن هم بستگی به سوژه بسیار برجسته داره. شما به طور مثال دوستتان در اینجا تصویر قرار داره به این اندازه، یک چهره یک دوستتان، مثلا من دقیق تر طراحی بکنم. این دوستتان در کنارتون قرار داره، شما کمره رو وقتی که میگیرین این اوتو فوکس هستن. قطعا در چهره از این بسیار باید زوم بکنه که چهره را فوکس بکنه، ورنه احتمال داره پشت سر از این تعمیری دیواری پرده بسیار واضح باشه، اوتو فوکس چیکار میکنه؟ اوتومات سر پرده خودت فوکس میکنه. اینجا هست که یک باریکی هست، شما نهایتاً به سوژه نزدیک شوین و یا فوکس زوم بکنید که خود فوکس اوتومات سنسور چهره را فوکس کنه. پس توصیه من این حیثه ازی که در آینده شما یک عکاس مسلکی میشین از منوال استفاده بکنین. این همیشه فوکس منوال بکنین. این فوکس منوال دو خوبی داره. هر از گاهی که شما میخواین این دوستتان فوکس بکنین پشتر نیه یا پیش روشه، این سهولت در کمره های پروفشنال است. این قسمت منوال میکنین دستی تناب با رنگ. این رنگ تا یک قسمت حرکت داره، نگاتیف پوزیتیف، یعنی از طرف چپ به راست، از راست به چپ، در یک از این نقطه ها در یک ساحه این شفاف واضح روشن دیده میشه. اما آمدیم در قسمت بعدی، خود لنز هم یک گزینه داره به نام اتو فوکس و منوال. در اینجا اگر شما هم لنز و هم بدنه اتو باشه قطعا اتو میگیره. اگر بدنه اتو باشه خود لنز منوال باشه، بسیار وقتا هم اوتو میتونه بگیره و هم در یک قسمتی که شفاف نکرد میتونید کمک از لنز بگیرید. اما کوشش شوه که منوال گرفتین هر دو رو منوال بکنین. شما وقتی از این دریچه اینه به نام ویو فیندر، یعنی دریچه دید، نگاه میکنید یک تصویر در قسمت اوتو فوکس میمونید، بازم که نگاه میکنید فوکس دیده نمیشه. شاید سوال بکنید که
چی مشکل هسته؟ اونجا هسته که چشم شما مشکل داره، یا ممکنه کسی که او کمره را قبلا استفاده کرده چشمش مشکل داره. ما همیشه چشم ما اگر مشکل پیدا بکنه دو حالت هسته. قبلا این موضوعات در صنف هفتم بحث نور در چشم شبکیه شما خواندین، با او نمی پردازم. یعنی هرگاه اگر تصویر پشت شبکه بفته شما مشکل دید پیدا کردین، پیش روی شبکه بفته، یعنی او مشکلش امو دوربین و نزدیک بینی هسته. شما مراجعه میکنین به دکترای چشم، اونا برای شما عینک طبی سفارش میده که او ممکنه یک درجه یا بالاتر از یک درجه، چند درجه منفی باشه یا مثبت، او بحث دیگه است. اما این علایمی که داریم به نام دیوپتریک میگم که اونمو مشکل نگاتیو پوزیتیو دید چشم شما است. مثال ساده برای شما میگم، اگر این کمره جدید گرفتین، اولین بار دیوپتریک شده به چشم خود تنظیم بکنین. ممکنه چشم چپ شما با چشم راست شما حتی مشکل داشته از نگاه دیوپتریکی، در صورت چشم نامیزان باشه. اگر دوست شما این دیوپتریک توجه نکنه بسیار با مشکل برمخوره. ممکنه اینه که میبینه هر قدر فوکس میکنه این فوکس نمیشه. به دلیل چرا؟ به خاطر که دیوپتریک از این تغییر آورده. دیوپتریک یک بار به طرف مثبت و یک بار به طرف منفی، اما به صورت کل یک قسمت از این شفافیت دیده میشه. اینجا هست که ما یک گزینه یک شفاف دیده میشه او را انتخاب میکنیم. این آمدیم در قسمت فوکسینگ بود. بعد موضوع فوکس بستگی به چی داره؟ با مور رنگ حلقه خود لنز که فوکس و دیفوکس هسته که ما میتونیم توسط از این. اما موضوعی که خیلی به خود تصویر مؤثر هسته دو عامل هسته. یک لنز زوم. لنز زوم قطعا دیپ تا فیل یا عمق میدانش کمتره هر جایی که شما فوکس میکنید، اما نقطه فوکس میکنه ما بقیه اوتا فوکس میتونه. موضوع بعدی که خیلی مهمتر است اما مثلث نوردهی است که آیسو و دیافرام شتر اسپید. این دیافرام بحث بسیار مهم اساسی است. ما وقتی که موضوع بحث دیافرام مطرح میکنیم، یک بحثی است که ما یک دریچه داریم به این شکل، دریچه دیافرام به این شکل است. ناگفته نمانه که دیافرام و یا اپرچر هر دویش یک نام هستن. بعضی ها دیافرام، بعضی ها اپرچر که میخواد. هرگاه این اپرچر هر قدر تنگ میشه امین دریچه دیدشان، او وقت عمق میدانش بیشتر میشه، یعنی نقطه فوکسش کمتره. مثلا شما چهار نفر در اینجا هستن، یک دو سه، اگر ما بخوایم که فوکس اینو بکنیم، این عرصه اینا در فوکس میه. هرگاه این دیافرام ما یا اپرچر ما باز باشه به این شکل، یعنی هر قدر که این تنگ میشه دریچه‌اش عدد میره به طرف بالا، هر قدر این که باز است عدد میره به طرف پایین. ما با دریچه باز وقتی که یک از یار فوکس کنیم در فاصله های مختلف قرار داشته، او در فوکس میره، دیگرهایش در فوکس نمیره. وقتی که شما در این تصویر نگاه کنید از سمت چپ، اینجا بودای بامیان است و یک فلزی هستند که تصاویر انتخاباتی در اون نصب شد. فقط فلز آمده در فوکس، بودای بامیان در غیر فوکس است. و تصویر بعدی ما که هستن توپ های باولینگ هست که توپ باولینگ وسط در فوکس، پیش رو و پشترش دی فوکس هست. تصویر سومی ما که از طرف راست اولین تصویر و از طرف چپ سومین تصویر هسته، ای امو فلزی که عکس در اون نصب میشه، عکس های انتخاباتی قبلا بوده یا فعلا نیست، علامت یک سریب داره. خیلی جالب عکس هستن که نماد از دین نشان میده. اما ای فلز در فوکس است، بودای بامیان غیر فوکس هستم. ما آمدیم در قسمت فوکس، مبحث بسیار طولانی هست، صرف یک معلومات بسیار کوتاه برای شما ارائه کردم که تا باشه برای شما یک مدخلی که شما بتونین از این طریق اگر بخوانین بحث فوکس، کتاب های بسیار وسیع در مورد فوکس نوشته کرده. در 24مین قسمت از درس های ما که تا هنوز با ما هستین تشکر و قدردانی میکنیم. موفق و معید باشین.